رحیم، سلام و عرض ادب خدمت شما محصلین عزیز. امیدوار هستم در هر گوشه و کناری که هستین از گزند روزگار در امان باشین. محصلین عزیز، ما در جلسه نوم واقع شدن در کنار تنگه های بین المللی را خوانیم که تنگه مهمی هرمیز، تنگه باسفور، دردانیل، سنگاپور، کانال سوئیس، باب المندب، جبل الطارق، اینها را همش در تصویر براتان نشان دادم و گفتم کشورهایی که در این قسمت موقعیت دارند از نظر استراتژیکی خیلی مهم هستند و موقعیت نظامی و استراتژیکی هم خواندیم. گفتیم کشورهایی که یک کشور یک بخشش یا تمامی بخشش یا یک قسمتش دارای موقعیت مهم است که از اون موقعیت مهم شما میتونین که بالای کشور دیگر حمله کنین. مثالش هم تلاش عراق بود که باید بالای ایران حمله کنه، به دلایل مختلف موفق نشد. و موقعیت ژئوپلیتیکی هم خواندیم که در بحث موقعیت ژئوپلیتیکی نزدیکی یک کشور ضعیف با یک کشور قوی بود، که گفتیم که یک کشوری که ضعیف باشه همسایه با یک کشور قوی زمانی که قرار بگیره متاثر از سیاست های کشورهای قوی می باشه و کشور ضعیف باید اینجا مدیریت درست بکنه تا ای که بتونه که خود از این حالت بکشه. و مثالش هم کشور مکزیک بود که سیاستش هماهنگ با ایالات متحده آمریکا میکنه و کشورهای آسیای مرکزی که قبلا وابسته اقتصادی اتحاد جماهیری شوروی بودند براتون بحث کردیم. و وضعیت ناهموار هم گفتیم که وضعیت ناهموار برای یک کشور شکننده هست، وضعیت جمع برای یک کشور خوب هست، وضعیت منظم باعث پیشرفت یک کشور میشه. در مورد جمعیت هم بحث کردیم. جمعیت هم گفتیم نظر به چندین عوامل به عنوان پشتیوانه قدرت ملی شناخته میشه. نیروی نظامی و دفاعی هست، منبع نیروی کار هست، منبع ذخیره نیروی جنگی هست. جمعیت سرچشمه روحیه ملی یک دولت هست. ملت تعریف کردیم و گفتیم دو نوع ملت گرایی وجود داره. ملت گرایی که در قلمرو خاص زندگی میکنند، در بخش اقتصاد و قوانین مشترک هستند. اقتصاد و قوانینشان نسبت به اقتصاد و قوانین دیگر جمعیت ها برتر می دانند. ملت گرایی در مفهوم قومی هست که هر قوم و قبیله خود نسبت به دیگر قوم و قبیله مهم و بهتر می دانند. ملیت تعریف کردیم. عوامل تشکیل دهنده ملیت بود که فرهنگ و زبان، مذهب، آداب و رسوم اجتماعی، سرزمین مشترک، نژاد مشترک و تاریخ مشترک بود. این موضوعات را خواندیم محصلین عزیز و میم امروز در جلسه دوم سیر تکوین ناسیونالیزم در غرب میخوانیم. قبل از اینکه به موضوعات اصلی بپردازیم، سوال اینجا مطرح هست که ناسیونالیزم چیست؟ توجه به منافع یک ملت و اعضای آن بیش از دیگر ملت ها. خوب متوجه باشین؟ توجه به منافع یک ملت و اعضای آن بیش از دیگر ملت ها. یک تعریف هست. مثلا در کشور افغانستان چندین ملیت وجود داره. برای یک قوم توجه صورت میگره، برای دیگر اقوام صورت نمیگره. یعنی اینجا یک نوع ملیتگرایی به وجود آمد. ناسیونالیزم ملیتگرایی را میگن که اگر به شکل بسیار عامیانه براتان بگم محصلین عزیز، که به شکل بسیار عوام فهم براتان بگم، برتری دانستن یک قوم نسبت به دیگر قوم برتری میدانه، یعنی ملیتگرایی میکنه. یک کشور که زبانش نسبت به زبان کشور دیگر برتری میدانه ناسیونالیزم هست، که از تعریف معلوم است که توجه به منافع یک ملت و اعضای آن بیش از دیگر ملت ها. قبلا مثلا نژاد آریایی در آلمان خود بهتر از تمام ملت های جهان میپنداره، یا یهود مثلا نژاد خود بهتر از تمام ملت ها میگه.
یا ایران نژاد خود بهتر از تمام ملت ها میگه، یا ما میگیم که افغان ها بهترین مردم دارن، یعنی یک نوع ملیت گرایی ما از خود نشان دادیم که هم در سطح جزئیات میشم، در سطح که عمومیات میشم، میشه که بحث بزرگ بسازیم به مثابه دولت ها، به مثابه اجتماع، حتی به مثابه یک قوم و قبیله. اما موارد زیل سبب رشد ناسیونالیزم و ظهور آن به مثابه یک ایدئولوژی شد. بعضی از عامل ها سبب شد که همین ناسیونالیزم به عنوان یک ایدئولوژی، به عنوان یک ایدئولوژی، یعنی به عنوان یک اندیشه، به عنوان یک باور، به عنوان یک تفکر به وجود بیاید. که عوامل ها اولش سقوط قسطنطنیه در سال 1453 میلادی توسط ترکان عثمانی هست. شما اگر متوجه باشین، ترکها مردم خیلی ناسیونالیزم گرا هستند. زمانی که اگر تاریخ ترکا را شما مطالعه بکنین، در ترکیه ترکان عثمانی، یعنی قبلا که قسطنطنیه بود برش بیزانس میگفتن، تنها میگفتن که باید تمام سرزمین های بیزانس، قسطنطنیه، تمامی از اینها باید مربوط ترکان باشه. حتی اگر شما سریال های شک میبینین امروزه، امو در واقع نشان دادن واقعیتی گذشته ترکیه هست که امروزه در قالب سریال ها ما شما میبینیم. این موضوع بود که علت سقوط قسطنطنیه هم به دست ترکان عثمانی همی بود که ترکان عثمانی آمدند با هم یک جا شدند و گفتند ترکاها باید در جهان حکم روایی کنند. از همین یکی از عاملی بود که این آمدن ناسیونالیزم به عنوان یک ایدئولوژی و به عنوان یک تفکر در جهان عرضه کردن. دومش قبراندن کلیسا بود که در این مورد، چون کلیسا ها را که ما شما خواندیم موضوعات شد که در اروپا چی حالتی به وجود داشت، کلیسا بالای مردم چقدر ظلم میکرد، عقاید مردم را تفتیش میکرد، مردم به سطوع آمدن، بالاخره کلیسا را عقب راندن. در رواج نظریه های فلسفی اطاعت از نظریه های دانشمندان بود، دانشمندان و فیلسوفان آمدن نظریه دادن، بحث عدالت و بحث قانون و دیگر موضوعات مطرح کردن. این هم عاملی بود که از ناسیونالیزم به عنوان یک ایدئولوژی، در روند تشکیل ناسیونالیزم به عنوان یک ایدئولوژی بسیار مهم بود. اختراعات و اکتشافات هم یک چیزی واضح هست که تاثیرگذار هست، و آزاد شدن انسان ها از زیر سلطه کلیسا، قبلا عقاید کلیسا و باور کلیسا به این بود که باید همگی از یا اطاعت بکنه، ولی مردم اطاعت نکردن، از ظلم کلیسا به سطوع آمدن، خود نجات دادن، و تعریف جدید از حکومت و ملت و قلمرو. این عامل هایی بودند که سبب شدن که ناسیونالیزم به عنوان یک ایدئولوژی ظهور نماید. و دیگه شو عقد معاهده ویستفالی که برای دولت ها حاکمیت سرزمینی داد، یکی از عواملی بود که ناسیونالیزم به عنوان یک ایدئولوژی مطرح ساختند. معاهده ویستفالی را ما شما خواندیم که در سال 1648 بود. بر اساس معاهده ویستفالی از دولت ها، از سرزمین هایشان تعریف صورت گرفت، از قلمروشان تعریف صورت گرفت، از حاکمیتشان تعریف صورت گرفت و گفته شد که حمله بر اراضی یک دولت خلاف حقوق بین الملل است. این موضوعات خانم انقلاب کبیر فرانسه هم تأثیر گذار در تشکیل ناسیونالیزم به عنوان یک ایدئولوژی بود که انقلاب کبیر فرانسه را جزئیات شما بیشتر بخوانین، سال 1789 و پایان حکومت های مطلقه و شکلگیری دولت های مردم سالاری و ملت پایه، که بحث ملت پایه به عنوان یک کارخانگی برای شما داده بودم که باید برم روان میکردین. زمانی که حکومت های مطلقه، یعنی حکومتی که تنها امپراتور حرف میزد، او حکومت ها از بین رفت، حکومتی که توسط مردم شکل گرفت، مردم سالاری بود، هم تاثیرگذار در روند شکلگیری، البته ناسیونالیزم به عنوان یک ایدئولوژی تاثیرگذار بود. و دیگه عقل معیار سنجش قرار گرفت. قبلا مردم تفکر نمی کردن، هر چیز بالاش تمرکز نمی کردن، تحقیق صورت نمی گرفت. بعدا مردم از عقل خود و فکر استفاده کردن، عقل خود را کار انداختن که
ما باید برتر شویم، ما باید پیشرفت بکنیم، ما باید نسبت به دیگر مردم جهان پیشرفته تر باشیم. و آخریش هم و دیگرش هم ببخشید، تشکیل دولت ها توسط گروه های زبانی، اجتماعی و فرهنگی مختلف بود. حکومت هایی که تشکیل شدند بر اساس زبان، بر اساس اجتماع، بر اساس فرهنگ های متفاوت، بیان دهنده بیان کننده این هست که ایدولوژی در حال پیشرفت بود. مثلا قبلا لهستان نامش له بود، با فکر ناسیونالیستی که گفتن ما باید خودمان ملت باشیم، چرا ما زیر استعمار دیگر دولت ها باشیم. طور نمونه لهستان با فکر ملیتگرایش تبدیل و له نامش له بود، با فکر ناسیونالیستی تبدیل و لهستان شد. ارمنی ها با فکر ناسیونالیستی تبدیل به ارمنستان شد. مقدونیا هم همچنین. و جنبش های ناسیونالیستی زیادی به خصوص مانند پانعربیزم در سال 1945، پانسلاویک و غیره، جنبش های ناسیونالیستی بودند که قبلا یک حکومت که اگر زیر چتر یک دولت دیگر قرار داشت، با همی فکر خود از بدنه از او حکومت جدا ساختند. یک بحثی مهم دیگر در جغرافی سیاسی مناطق هسته‌ای است که مناطق هسته‌ای به بخشی از سرزمین یک کشور اطلاق میشه که به دلیل سلطه سیاسی، احساسات شدید ملی‌گرایانه یا نقش رهبری اقتصادی بر سایر مناطق برتری داشته باشد. مناطق هسته‌ای اساسی ترین منطقه یک کشور میگن. مثلا مناطق هسته‌ای افغانستان کابل هست، هرات هست، مزار هست و قندهار هست. که این مناطق نسبت به دیگر مناطق برتری داره. یا را مناطق هسته‌ای میگن. مناطق هسته‌ای مناطقی است که بیشتر قدرت نظامی، احساسات شدید ملی‌گرایانه و رهبری یک قدرت در اون منطقه وجود داشته باشه. و مناطق هسته‌ای را ما به پنج گروه دسته‌بندی نمودند. اولش نقش گذشته تاریخی مانند حوزه پاریس در فرانسه، مسکو در روسیه. مثلا در فرانسه همیشه وقت پاریس مکانی بوده برای پادشاهانش، که مناطق هسته فرانسه پاریس هست. و در مسکو هم همیشه وقت حاکمانی که آمدن مرکزشان مسکو بوده. در روسیه مناطق مرکزیش مسکو هست به دلیل گذشته تاریخی و اهمیتش. دومش تمرکز احساسات ملی‌گرایانه و سنت‌ها در یک منطقه، نمونه حوزه شهری بوداپست. دومین مناطق هسته‌ای برمیگرده به همو سنت‌هایی که در یک منطقه بود. مثلا فرض مثال شما بامیان فکر کنین، گذشته تاریخی از حکومت ها داشته، یا بلخ قبلا در اونجا تخت آریایی ها حکم روایی میکردن، یا در فرض مثال آی خانم، شهر آی خانم یا شهر غلغله، یا همچنان همه تو مناطقی هستن که اینها مناطق های هسته‌ای بودن. و سیوم مناطقی که از نظر اقتصادی نقش عمده دارن، مانند دوبلین در جمهوری ایرلند و منطق اقتصادی هندوستان. بعضی از مناطقی هستن که مثلا منابع طبیعی دارن. فرض مثال لاجورد در بدخشان یک مناطق هسته‌ای است در نسبت به تمام ولایات. زمرد پنشیر یک مناطق هسته‌ای است. زغال سنگ در ایسوف یک مناطق هسته‌ای است. معادن طلا در یکی از ولایات مناطق هسته‌ای است. این مناطق هسته‌ای میشه که به چندین بخش تقسیم کرد، هم در بخش نظامی، هم در بخش احساسات ملی‌گرایانه و سنت‌ها، و هم در بخش اقتصادی منابع طبیعی. و چهارم داشتن تاریخ و فرهنگ، که مناطق هسته‌ای جایی را میگن که تاریخ بیشتر، فرهنگی بیشتر داشته باشه. مثلا قدامت تاریخی بامیان نسبت به جلال آباد بیشتر است. از لحاظ تاریخی ما بامیان نسبت به جلال آباد ترجیح میدیم. قدامت تاریخی هرات نسبت به میتونی بگیم کندز بیشتر است. این تو مثال ها. پنجمش میتونیم بگیم که با توسعه ارضی، سیاسی و اقتصادی کشور ممکن پایتخت
قطب اقتصادی یا هسته ملی از یک مکان به مکان دیگر منتقل گردد. طور نمونه ایران محل پایتخت را بیش از 30 بار تغییر داده است. ببینین میگه که زمانی که در یک دولت فرض مثال در کابل ظرفیت بیش از 3 میلیون نفوس داره، اما امروزه بیشتر از 8 میلیون نفوس زندگی میکنه، میگه قطعی نیست که پایتخت باید کابل باشه. زمانی که اراضی توسعه شد، اراضی سیاسی البته، نفوس توسعه شد، نظر به مشکلات اقتصادی، کشورها میتونن که مناطقشون پایتختشون مناطق هسته‌ایشون تغییر بدن. این مثال خوبش ایران است که ایران 30 بار تغییر شده خورده پایتخت، گاهی اصفهان و گاهی ترمز و گاهی مشهد و گاهی دیگه و دیگه، هنوز هم در فکر ریاضی هستن که باید تغییرات بیارن. برخی کشورها بیش از یک منطقه هسته‌ای داشتن، مثلا ایران 6 منطقه هسته‌ای بود، تهران ما مناطقی بود که خیلی مهم، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز و منطقه نفسی اهواز، آبادان، خرمشهر، این مناطق هسته‌ای در برخی از دولت‌ها زیاد است که یعنی جایی هستند که اینا حیران میمونند که ما کدامی از این به عنوان پایتخت انتخاب کنیم، چون مناطق هستند که نسبت به دیگر مناطق مهم هستند. پایتخت یا مرکز سیاسی کشور، محصلین عزیز، پایتخت به محل اطلاق می شود که در آنجا اقتدار سیاسی تمرکز دارد، محل استقرار سه قوه بوده، وزارتخانه ها، ادارات دولتی، سفارت ها در آنجا وجود دارند. پایتخت ما به جای اطلاق می کنیم که رئیس جمهور، وزرا و سه ارکان دولت در آنجا وجود داشته باشند. آیا ممکن نیست که مثلا ما بیاییم پارلمان به هرات و به بدخشان و به قندهار ببریم؟ پس اگر به اونجا ببریم باید اونجا مرکز تعیین شود. این ممکن نیست که ما بیاییم مرگ ریاست جمهوری را به جلال آباد بریم. پس اگر به اونجا ببریم دیگه کابل معنا نداره. پایتخت به جای اطلاق می شود که رئیس جمهور در اونجا وجود داشته باشه، وزرا در اونجا وجود داشته باشه و سه قوه در اونجا وجود داشته باشه و تمام سفارتخانه ها هم در اونجا وجود داشته باشه. اما در برخی دولت ها نقش پایتخت میان چند شهر تقسیم شده. در برخی از دولت ها هست که میان چند شهر نقش پایتخت تقسیم میکنن، نه خود پایتخت. مثلا لاپاز مرکز واقعی کشور بولوی هست، در حالی که سوکر مقر قوه قضاییه هست. در امریکا و استرالیا پایتخت مستقل از قلمرو ایالتی است. مثلا قوه مقننه شان در یک جاست، قوه قضاییه شان در دیگر جاست و ارگ ریاست جمهوری شان در دیگر جا. ولی در کشور ما و شما مثلا پایتخت یک پایتخت است. سفارتخانه ها، قوه مقننه، قضاییه، اجرایی و وزرا همگی در پایتخت هستند. اما در این استثنایی هست که در بعضی از دولت ها نقش پایتخت تقسیم شده میان دیگر ایالاتش، شاید به دلیل مناطق هسته‌ای بودنشان احتمالا این موضوع صورت گرفته باشه. پایتخت ها را میتونیم که محصلین عزیز در 7 گروه تقسیم بندی نماییم. پایتخت ها را در 7 گروه تقسیم بندی نمودند. اولش پایتخت های کلاسیک و قدیمی که از نامش پیداست که این پایتخت هایی که قدیمی هستند، باستانی هستند، چون یک گذشته تاریخی و یک عظمت پشت سر گذاشتندن، مثلا لندن، پاریس، روم، دمشق، بغداد، یکی پایتخت های قدیمی هستند که تقسیم بندی کردن. دومش پایتخت های انتقالی است که از یک محل به محل دیگر انتقال شده، مثلا پایتخت ما شما قبلا قندهار بود، در دوره تیمورشاه انتقال به کابل شد، این پایتخت انتقالی میگن. پایتخت های فدرالی هست که وره موقتی هست و پایتخت های منقسم هست که در افریقای جنوبی مثلا قوه مجریه در پرتوریا، قوه مقننه در شهر کیپتان و قوه قضاییه در شهر بلوم مستقر است. که در از همون نام پایتخت های منقسم معلوم میشه که یک پایتخت به چند بخش تقسیم شده. البته نقش به این معنا نیست که اراضیش تقسیم شده باشه، اما نقش پایتخت مانون داشت، قدرتش، اقتدارش. این گونه طبقه بندی از نظر میگه جغرافی دانان مفید نیست، به دلیلی که مشکلات در کارهای یک حکومت به وجود میاره.
و پایتخت های مجمع الجزایر همچنان یکیش در یک جاست، دیگهش در یک جاست، پایتخت هایی که با قلمرو حقوقی منحصر به فرد به این معنا است که چونی بیشتر در گذشته ها صدق می کنم، پایتخت هایی بود که افراد می رفتن خودشان مثلا انتخاب می کردن که کجا پایتخت باشه، پایتخت های ابدایی احداث شده، هدف از پایتخت های احداث شده یعنی پایتخت های ساخته شده هست که مثلا اسلام آباد، برازیلیا پایتخت های ابدایی نامیده می شوند که ساخته شدن، قبلا وجود نداشتن. و عوامل تعیین کننده پایتخت چیست؟ محصلین عزیز، در مورد عوامل تعیین کننده پایتخت ما کدام عوامل ما در نظر بگیریم تا یک پایتخت، یک جای ما پایتخت انتخاب بکنیم؟ اولش سنت و تاریخ هست. میگه برخی از پایتخت ها چون در گذشته نقش بازی کردن توانستن که واقعا پایتخت باشه، که یکی از عواملی که ما باید یک منطقه را پایتخت انتخاب بکنیم گذشته تاریخیش است. ما گذشته تاریخی از او مناطق ما مطالعه می کنیم، نظر و مطالعه گذشته تاریخی چون او منطقه را می فهمیم که خوب هست از هر لحاظ، اونجا را انتخاب می کنیم. مثلا لندن که حیات اقتصادی قرون وسطی در اختیار لندن بود، بغداد و دمشق در خاورمیانه که بغداد در عصر بنی عباس، دمشق مرکز سیاسی اموی ها بود و پاریس، روم، واتن که تبدیل به مرکز روم واتن و تبدیل مرکز روسیه از لینینگراد به مسکو، ایرم یک جنبه تاریخی داشته چون مسکو نسبت به لینینگراد پیشینه تاریخیش بیشتر هست. و عامل گروهی ملی مسلط هست محصرین عزیز که در برخی از کشورها چند ملیتی پایتخت در مرکز جغرافیای گروه ملی مسلط وجود داشته است. بچه منایی را فقط در زبان آمیانه براتان بگم. مثلا در افغانستان فکر کنید که 5 قوم زندگی می کنن و یک قوم یزی از هر لحاظ قوی هست. باید پایتخت در جای انتقال داده شود که مربوط اونجا قوم های قوی هستند. اینی را گروه ملی مسلط میگن. این امیدوار هستم به شکل بسیار ساده فهمیده باشین. هدف از این متن نمیگه معنا را میده. گروه ملی مسلط در یک کشور چندین قوم زندگی میکنه، یک قوم از هر لحاظ قوی هست، اقتصاد قوی داره، مردمش قوی هست، زیاد هست، فرهنگ تمامش، پس جایی را انتخاب میکنن که مربوط به اون مردم میشن، در حالی که ملیت های دیگری به مراکز فرهنگی عمده خش نظر دارن. توجه اوکراینی ها مثلا به کیف، توجه روس ها به مینسک، مردم قفقاز واسه مرکزی به تاشکند و اشقاباد. و محصلین عزیز، سیومین عاملی که ما باید یک جاره پایتخت انتخاب بکنیم عامل ارتباط خارجی است. ببینید کشورهای سیمارگر طبعا علاقمند بودند که پایتخت‌های مستعمرات خود را در بندرهای بنا نمایند که تا بتوانند به راحتی با کشورهای مستعمره در ارتباط باشند. این عامل خارجی در انتخاب پایتخت خیلی تاثیرگذار هست. اگر شما به این تاریخ معاصر افغانستان مطالعه بکنین، همیشه وقت حاکمانی که در افغانستان حکومت میکردن، بعضی های از اینهایی که دست نشانده بودن، مراکزشان نزدیک به کشوری بود که زیر استعماری از او کشور قرار داشتن و این بیشتر کشورهای استعمارگر در انتخاب چنین پایتخت ها معتقد به این هستن که باید جایی را انتخاب بکنن که نزدیک به خود کشور استعمارگر باشد تا بتونن که اهداف خود عملی بسازن. مثلا اقدامات دولت ترکیه در انتخاب شهر آنکارا به جای قسطنطنیه که ارل مثلا میگفتم باید انقره به جای قسطنطنیه باشه، اقدامات پاکستان در گزینش شهر اسلام آباد به جای کراچی، که اینها کارشون مثلا اقداماتی بود که انجام دادن. پاکستان شهر اسلام آباد به جای کراچی چی شد؟ به عنوان پایتخت انتخاب شد. در انتخاب پایتخت ها ارتباط خارجی نقش بسیار عمده را داره و داشت. و چهارم شامل دفاعی هست که هدف عوامل دفاعی را محصولی عزیز ببینیم و به شکل بسیار ساده برتان میگم. هدف از عامل دفاعی هست که ما باید جایی را پایتخت انتخاب بکنیم که از نظر دفاعی مهم باشه، جایی باشه که مورد حمله دیگر کشورها قرار گرفته نتانیم.
مثلا نمونه از پاکستان از کراچی با موقعیت دور از مرکز خود به این معنا که پاکستان چون میخواست که نخواست که پایتختش به غیر از اسلام آباد دیگه جا باشه و پایتخت خود به اسلام آباد از کراچی انتقال داد. پنجمش عامل مصالحه سیاسی هست. برخی دولت ها به دلیل داشتن چند شهر مهمی رقیب مجبور میشوند تا پایتخت دولت دیگر را به عنوان شهر بی‌طرف به عنوان پایتخت برگزینند. مثلا کانبرا مرکز استرالیا به خاطر رقابت شدیدی که میان دو شهر سیدنی و ملبورن بود به عنوان پایتخت انتخاب شد. عامل مصالحه سیاسی به این معنا هست که در یک دولت چندین شهر بسیار مهم است. مثلا در افغانستان قندهار، هرات و مزار این شهر هستند که هر کدامی از این ادعای از این میکنه که باید ما پایتخت باشیم. ولی ناگزیر میشویم کشور افغانستان که تا بیان پایتخت یک دولت دیگر مثلا پایتخت تاجیکستان یا پایتخت ایران یا پایتخت پاکستان بیان به عنوان پایتخت ما شما انتخاب کنند. این عامل مصالحه سیاسی میگن که در بعضی از کشورها قابل احساس هست و مثالش هم گفتم مثلا کانبرا مرکز استرالیا به خاطر رقابتی که میان شهر سیدنی و ملبورن بود به عنوان پایتخت استرالیا انتخاب شد. و عامل موقعیت مرکزی هست که هر قدر پایتخت به مرکز جغرافیا نزدیکتر باشد ادارش آسان هست. پس در انتخاب پایتخت باید جای را انتخاب بکنند که مرکزی باشند. مثلا لندن از موقعیت جغرافیایی دور است. آنهایی که از مرکز دور هستند احساس میکنند که به ما رسیدگی صورت نمیگیرد. باید جای پایتخت انتخاب شود که تمام مردم به او نزدیک باشد. مثلا اگر قندهار پایتخت انتخاب شود مردم از بدخشان قندهار رفتن نمیتونند. اگر مزار پایتخت انتخاب شود مردم از فرا مزار رفتن نمیتونند. پس کابل بهترین پایتخت است که همگی میتونند که برسن و نزدیک باشند. عامل مرکزی به این معنا هست که همگی به مرکز نزدیک باشند. محصلی نظیر خط به خط یا نگیرین، فقط مفهوم شد بگیرین. پایتخت هم باید به مردم نزدیک باشه و هم سرزمینی باشه که مرکزیت داشته باشد. مانند استرالیا انتخاب مادرید دلیل مرکزی بودنشان بود. انقره هم همچنین دلیل مرکزی بودنشان بود. جهان سپاس از تواجهتان محصلین عزیز. امیدوار هستم که خسته نشده باشین. شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.